این چی که من دارم در اینجا توضیح میدم یک نسخه پیچیده شده برای اینکه که دقیقا این روش درست برای انجام کاره نه اینجور نیست یعنی ممکنه شما بعد از یادگیری الف سینما برای سینماگر شدن ممکنه شما راه و روش دیگه پیدا کنیم ولی خیلی خوبه که از امکانات روش های دیگه هم با خبر باشین اگر ما بدونیم که پژوهش در سینما یک امری کاملا متفاوت با یک پژوهش کتابخانه‌ایه صرفا نه پژوهش میدانی نه پژوهش کتابخانه‌ای نه پژوهش مخاطب خاصه بلکه همه اینا با همه پژوهش این امکان به سینماگر میده که مسلح و مسلط و با اشراف به طرف یک موضوع بره برای یک موضوع ممکنه که بیشترین نیازی که نویسنده فیلمنامه داره اون بخش تخصصی کار باشه یک موضوع حقوقی باید بره با وکلا صحبت کنه با های مختلف صحبت کنه تا به تمام چم و خم موضوع مسلط بشه و بعد شروع به نوشتن فیلمنامه کنه برای کسانی که فیلمنامه می‌نویسن و فیلم هم می‌سازن من فکر میکنم پژوهش یک امر غیر قابل گذشت در هیچ موردی و در همه موارد یک الزامه در پژوهش برای نوشتن فیلم نامه بخش مطالعاتی حتما خواهید داشت آمار حتما خواهید داشت ولی الزام این نیست که این آمار حتما قراره در فیلم استفاده بشه سواد شما احاطه شما به موضوع قرار نیست یک فیلم نامه نویسه یک فیلمساز ساز جامعه شناس آسیب شناس روان شناس و تخصص های مختلف و همه رو مسلط باشه در حد یه فرد متخصص ولی آشنایی تا جایی که نیاز داره به اینکه جرأت پیدا کنه مثالش خودم هستم تا زمانی که در حد سوادی که نسبت به موضوع اشراف پیدا نکنم ابدا جرأت نزدیک شدن به موضوع رو چه برای نوشتن فیلمنامه و طبیعتا برای ساختن فیلم پیدا نمیکنم. تو فیلم خونبازی که خیلی میشه راجع به هم پژوهشش براتون صحبت کنم هم راجع به چگونگی کار چون کاملا یک کار کارشناسی با متخصصین مختلف در طول کار در طول نوشتن فیلم نام سر تمرینا حتی سر صحنه این متخصصین بودن چون تجربه شو داشتم ده سال قبل از اون فیلم مستندی ساختم راجع به مسئله اعتیاد در بین جوونا یعنی اعلام خطری بود برای شیوع مصرف مواد مخدر در سالهای بعد که متاسفانه متاسفانه گرچه اون فیلم هیچ وقت نشون داده نشد ولی این اتفاق افتاد یعنی ده سال بعدش آمار ابتلای دختران طبقه متوسط به مصرف مواد مخدر بالا رفته بود در اون دوره که اون فیلم مستند رو می ساختیم که توی سوله های قرچک ورامین بود و یک جمع از بزرگی شاید دو سه هزار نفر از جوانای نازنین دسته گل از طبقات مختلف اجتماعی اونجا رو هم تلم بار بودن یه چیزی که یه کارشناسی اونجا به من گفت و پشتم و لرزوند گفت که شما میدونید در چند سال پیش از یک جایی مصرف مواد مخدر به شدت در بین ها بالا رفت و این نتیجه مستقیم اثرگذاری یک کارکتر معروفی در یک سریال تلویزیونی بود یعنی اون سریال قرار بوده درباره خطرات مصرف مواد مخدر باشه ولی بدون نظر کارشناسی و خود اون کارکتر تبدیل شده بود به یک نماد و خیلی از جوانایی که به طرف مصرف مواد کشیده شده بودن به این دلیل بود این همچنان ذهن منو میخورد وقتی خون بازی میخواستیم بسازیم در بین صحبت که با کارشناسا و روانشناسای مرتبط با مسئله اعتیاد صحبت میکردیم من به این نکته رسیدم که میگفتن که نمایش تصویر تزریق به شدت تشویق کننده به مصرف دوباره مواده و بسیاری از کسانی که مصرف مواد متوقف کردن با دیدن این صحنه دوباره تشویق میشن خب این نکته تو ذهن من مونده بود و به عنوان یک آلارم که نه فقط این نکته خیلی چیزای دیگر رو باید رعایت کرد یعنی مسئولیت فیلم اجتماعی میخوام بگم اون چیزی که در پژوهش شما رو مسلح به این میکنه که مبادا با فیلمی که میسازین تاثیر عکس بذارین مثل خیلی از فیلم های بازاری که به بهانه نقد ابتزال در واقع مروج ابتزالن به بهانه شکستن خط قرمز به ورته بی اخلاقی کشیده میشن برای یه فیلمساز شناختن این مرزا مرزای مهمیه من نمیتونم بهتون پیشنهاد بدم که واقعا از چه طریقی میتونید ارتباط برقرار کنین به فرض در یک فضای یک محله دور باز باید راهش رو پیدا کنی من شاید نمیدونم دو روز سه روز حالا کمتر زمانی که جوانتر بودم دو سه روز قدم میزدم تو اون محل به بهانه کسی که مثلا دنبال خونه میگرده یا داره اصلا تو اون محل که آشنا بشم سر صحبت باز کنم بعد کم 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 بهشون نزدیک بشم کم کم به خونه یکی برم بعد یکی دیگه و کم کم بتونم تو اون فضا برای خودم یه امکان برقراری ارتباط پیدا کنم خب یه جاهایی هم هست که برها خطراتی داره هم نمیشه گفت که به دلیل اون خطرات باید اونجا نرفت و هم نمیشه گفت که باید اصلا اعتنا نکرد به اون خطر باید با واقع بینی و با رعایت تمهیداتی این ارتباط برقرار بشه به فرض میگم من شخصا هرگز و هرگز اینکه بخوام با مثلا نیروی مراقبتی نمیدونم نیروی انتظامی برم برای کارم در یک جایی چه فیلم برداری چه برای پژوهش هیچ وقت این راهو نپسندیدم یعنی فکر کردم اصلا این اقتداری که میخش کوبیده میشه که یعنی جرعت نکنین به من نزدیک بشین اصلا ارتباطی دیگه وجود نداره به خصوص در کار مستند خطراتی هم پیش اومده طبیعتا اینجور هم نیست که میگم بگم انقدر شجاعم در دل خطرها رفتم خب یه رایت های کردم یه زمانه یه خطرهایی پیش اومده بعدم شانس آوردم یا نجات پیدا کردم یه جاهایی هم یه مشکلاتی پیش اومد به هر حال اونجایی که اول این صحبت بهتون گفتم سینما فقط قدم زدن رو فرش قرمز نیست یه واقعیت سینما برخورد جدی و رودر رو با جامعه رو نیاز داره نه که ما نخواهم من نه نه ولی خون نمیتونم من هم طبقه شد اینجا رو پیدا کردم که یه روزی هم نخواستن ما افتادیم افتادیم اینجا داریم من هم فکر کردم اینجا برای روز آخر خوبه نه شما که نه بیا چرا؟ نه فرق بچه ها شما فرق نه, نه چه فرق <applause> بچه های همه آره بالا بچه ها گرفتاری های بچه هامون مسئولیت هاشون همه مثلا. همه مثلا هیچ فرق نمید آره از یه نکنیم پشار به بچه ها نیاریم بخشی از فیلم سازا به دلیل نوع اصلا کار و سینمایی که دارن جدا از این مسائل هستن ولی برای فیلم ساز اجتماعی تمام این موقعیت ها بخشی از زندگیشه جدا از زندگیش نیست چون فیلمسازی شغلش نیست پارت تایم نیست در همه لحظات در تمام موقعیت ها به حال این آمیختن زندگی با کار به نظر من یک بچه غیر قابل انکار سینماگر اجتماعی هست سینماگر اجتماعی چاره ای جز این نداره که گوش های بزرگی که 360 درجه رو بشنوه چشمایی که انگار یک لنز فیشایی رو چشمشه و میتونه تا تمام هیته خارج از دید طبیعیش رو ببینه باید این چنین باشه